خب بسیار خوش اومدید همگی به این اتاق ما، اتاق فیلمولوژی در کلاب دیالوگ. من برای اینکه بتونیم از وقتمون به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، اجازه میخوام که جلسه رو آروم آروم شروع کنیم با هم دیگه تا بتونیم که در واقع افکتیو ترین شکل ممکن رو داشته باشیم امشب، امروز، تو هر ساعت و هر زمانی که هستید. ما سعی میکنیم که جلسه‌مون رو توی بازه زمانی 2 ساعت نگه داریم. هدف این هست که جلسه 2 ساعت بیشتر به طول نکشه، ولی حالا ببینیم که چه شرایطی به وجود خواهد اومد، اون رو در نظر داشته باشید. برای اینکه حالا بحث رو شروع بکنم، اول از همه ما صحبتمون رو توی 4 تا بحث ادامه خواهیم داد مطمئنن، و صحبت خواهیم کرد راجع به توی 4 تا در واقع نقطه مشخص بحث خواهیم کرد و حرف خواهیم زد با هم دیگه در رابطه با موضوعی که این بالا نوشته شده، سینما به مثابه حقیقت. اولین نکته که میخوام عرض کنم خدمتتون این هست که همونطور که در جریان هستید، کمپانی دیالوگ مدت هاست که به حال فکرش کلید خورده توسط خانم لیلی بازرگان و شاهین نجفی عزیز، و خب این فکر از فکر به عمل تبدیل شده و الان چندین ساله که داره روش کار میشه و استپ بای استپ جلو اومده و تا امروز سعی کرده که خب شرایط رو مهیا بکنه برای دیالوگ، برای صحبت کردن و فراهم کردن یک فضا برای صحبت و ارائه کار در حوزه‌های مختلف، از فلسفه و موسیقی و سینما گرفته تا شعر و شکل‌های دیگه از هنر و ادبیات. کلاب دیالوگ هم راه افتاده و این برنامه‌ای که امشب با هم دیگه داریم هم چیزی خارج از این کلاب، در واقع این لیبل دیالوگ نیست. میتونید چک بکنید توی خود صفحه کلاب و ببینید که برنامه به چه شکلی هست. شب‌های دوشنبه یا به وقت امریکا روزهای دوشنبه برنامه فیلمولوژی رو خواهیم داشت که هر هفته راجع به سینما و تحلیل فیلم صحبت می‌کنیم. چهارشنبه‌ها بحث سخنرانی و مناظره رو داریم. جمعه ها موسیقی و فلسفه بحث خواهد شد و یک شنبه ها انجمن شاعران زنده هست که قرار هست که به شعر و شاعری بپردازه. ما پیش درآمد صحبتمون رو رکورد خواهیم کرد، ضبط خواهیم کرد صدا رو، ولی زمانی که در واقع دوستان دیگه‌ای تشریف میارن بالا و قرار هست که با هم دیگه صحبت بکنیم، دیگه اونجا ضبط شکل نخواهد گرفت. فقط در این بخش اولیه ما این کار رو انجام بدیم و این هم یه اطلاعات دیگه‌ای که گفتم در اختیار داشته باشید. برای اینکه ما بتونیم صحبت بکنیم در رابطه با بحث سینما و بررسی اون به مثابه حقیقت، ما ناگزیر هستیم که برگردیم به ابتدای سینما در 1895، زمانی که خب لومیرها دستگاه سینماتوگراف رو اختراع کردن. حالا سر خود این بحث اختراع هم میشه صحبت کرد و اینکه اصلا آیا ما میتوانیم به لومیرها این رو انتساب بدیم و بگیم که آقا لومیرها اصلا این رو به وجود آوردن، یک بحث مجزایی است. اما به لحاظ تاریخی چیزی که در تاریخ ذکر شده، در 1895 این دستگاه سینماتوگراف توسط لومیرها عرضه میشه و توی سالهای اولیه خودش به علت گرون بودن هزینه دوربین، خب یه تعداد مشخصی توانایی داشتن که بیان و دوربین داشته باشن، بتونن با دوربین کار بکنن. از همون ابتدای داستان، از همون ابتدای جریان حضور سینما به عنوان یک رسانه جدید، به عنوان یک هنر جدید، ما با 2 تا خط و مش مشخص در سینما مواجه هستیم. یعنی بحث سینمای مستند و سینمای داستانی، و اون از همون روزهای اول شکل میگیره. یعنی ما خود لومیرها رو داریم که در همون ابتدای کار میان و فیلمهایی رو میسازن، شبیه مثلا پهلو گرفتن کشتی که یه فیلم حقیقتا مستنده، شواهد بسیار زیادی به فیلم مستند داره، فقط دوربین در فضا قرار داره و فیلم برداری داره انجام میشه. یا فیلم دیگه ای دارن به نام خروج کارگران از کارخونه که اون هم به شکل مستندگونه ای روایت میکنه خروج دسته کارگران رو از کارخونه ای که دارن درش فیلم برداری میکنن. و خب قطع فیلم هم بسیار کوتاه هست و مشخص،
ولی در مقابل این جریان، جریان دیگه قرار داره که جورج ملیس کلیدش رو میزنه، کسی که شهره بوده به شعبده بازی کار میکرده، به عنوان شعبده باز چیره دست و حرفه‌ای توی کار خودش، و زمانی که دوربین یا در واقع دستگاه سینماتوگراف وارد جهان میشه و عرضه میشه به جهان، بسیار دلشیفته و عاشق در واقع این دستگاه میشه و این دستگاه رو تهیه میکنه و شروع میکنه به در واقع تولید کارهای خودش. این آدم به هر حال با توانمندی که داشته به لحاظ شعبده و شعبده بازی، یک ترکیب عجیبی از ثبت تصاویر بر روی فیلم به وجود میاره در کنار اون شعبدهی که داشته، که در واقع به تکنیک رکوتاژ ختم میشه. حالا من نمیخوام خیلی تخصصش بکنم بحث رو، اما ما در همون اوایل میبینیم که دو شکل جریانی داره شکل میگیره. یعنی ما فیلمساز رو داریم به عنوان یک مؤلف که میگه که من یک مؤلف هستم و فقط نظارگر هستم، یا به اصطلاح فقط ابزرو میکنم شرایط رو، و این ابزرو کردن من منتهی خواهد شد به یک رکورد و یک ثبت لحظه. و در مقابل هم خب جریانی وجود داره که سینما رو به شکل دیگه میبینه و میاد بیشتر به شکل داستانی با قضیه برخورد میکنه. مثلا همین در واقع آقای جورج ملیس زمانی که شروع میکنه به فیلم ساختن، ما خب نمونه‌های خیلی زیادی داریم از این آدم، خیلی فیلم هست، نزدیک 50 حلقه فیلم ساخته شده، خیلی هاش از بین میره بعدم در استودیو پته، ولی از کاری که از این شو خیلی معروفه همون سفر به کره ماه هست که فکر میکنم تقریبا تمام عاشقان سینما به نوعی مطمئنن این کار رو دیدن، و تو اون کار کاملا مشهوده که چقدر در واقع ما از حقیقت و از بحث حقیقت فاصله میگیریم در اون مبحث. شاهین عزیز، اگر توضیح خاصی مد نظر هست قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم؟ علی جان خواهش میکنم، قربون شدید. خدمت شد، من بد نمیدونم اگه ما پیشا پیش توضیحی بدیم، چون این بحث، این جلسه امروز ما خیلی مهمه، چون معرف کارهایی است که ما پس از این قراره تو کلاب هاوس انجام بدیم. توضیح اولیه هم که شما دادی بسیار درسته، فقط برای اینکه بچه‌ها روش کار رو بدونن، چون من دارم میبینم که عزیزان دست بالا میکنن میخوان بیان صحبت بکنن. روش کار اگه این هست لطفا منو تصحیح بکن. شما قراره که نیم ساعت در مورد کلیت ماجرا صحبت بکنی، درسته؟ درسته. نیم ساعت که شما صحبت کردی، بعد از اون قرار عزیزان پرسش و پاسخ اتفاق بیفته و صحبت بکنن، بعد از پیامی عزیز هستن و همچنین عزیزان دیگه ای که میتونن تخصصی در مورد مسائل صحبت بکنن. چون یه چیزی رو توش حالا وسط صحبت های اگر هست فقط من میخوام تاکید بکنم روی این قضیه، که ما با صنعت طرف هستیم. یعنی پیچیدگی سینما فقط در هنر بودنش نیست، در صنعتی بودنشه، و اونجا بسیار بسیار مهم. تمام تلاش ما بر اینه که تو این دو ساعت افراد که میان میشینن عین یک کلاس، مثل یک ترم دانشگاهی باش برخورد بکنن، یادداشت باید بردارن. یعنی قراره که تسریع بشه این قضیه. ممکنه آدم ها رندوم نتونن تو اینترنت و این برانور پیدا بکنن، چون روش وجود نداره، یعنی به راحتی نظاممند نیست. این یه امکانیه که یه کسی مثل علیرضا بدیع عزیز، وحید عزیز، با یا حالا ما این شانس و افتخار رو داشته باشیم بابک پیامی عزیز، در آینده جلسه های متفاوت اینجوری داشته باشن، افراد بیان و به صورت رایگان حداقل در حال حاضر بیان و استفاده بکنن، یادداشت برداری بکنن، جوری بشه که از این صد و خورده آدم که اینجا هست یک باری یک نفری بیاد بگه منم میخوام یه جلسه بیام و در مورد سینما صحبت بکنم. این در مورد سینماست برای این ساعت در این روز. من فکر میکنم کافی باشه این توضیح. علی جان بفرمایید. مرسی شاهین عزیز، مرسی از توضیحات. دقیقا درسته، بحث ما همین بود که در واقع توی اول، یعنی نیم ساعت اول، حالا تا اونجا که میشه مدیرکتورها بتونن با همدیگه صحبت بکنن در رابطه با موضوع و موضوعیت خود جلسه ما، و بعد خب بریم سر صحبت و در واقع گفتگو با عزیزان دیگه هم که توی گروه هستن. حالا دیگه شما توضیحات کامل دادی، من برگردم به بحثمون. هر جا که هر کدوم از مدیرکتور دیگه دوست داشتن که چیزی اضافه کنن، حتما خوشحال میشم که منو قطع کنن و بتونیم با هم دیگه جلسه خوب داشته باشیم. ما صحبت کردیم در رابطه با در واقع جریان اصلی سینما در ابتدای حضور خودش، و در واقع اون خطی که کشیده میشه بین سینمای مستند و سینمای داستانی، که از همون اوایل تعیین تکلیف میکنه برای مؤلفین و کارگردانانی که شروع میکنن به کار ساختن.
و ما این روند رو میبینیم که ادامه پیدا میکنه در تاریخ سینما. یعنی بعد از اینکه در واقع جورج ملیس میاد و در واقع اون کلید فیلمسازی تخیلی رو میزنه، که از دل خود اون داستان جریانات دیگه شکل میگیره مثل سینمای علمی تخیلی و حالا شکلهای دیگه از سینما که مثل فیکشن هستن، ما خود لومیرها رو داریم که به نوعی پدر فیلمسازی مستند هم میتونن باشن. یعنی ما اولین نمونه های فیلمسازی مستند رو در اون جریان داریم. البته یه نکته رو من باید اینجا بهش اشاره کنم که حالا این اشتباه به وجود نیاد که ما سینمای مستند رو حقیقت محض بدونیم با رفرنس به موضوع بحث امروز ما، چون در خود فیلمسازی مستند هم این امکان وجود داره که خود مؤلف به نوعی دست ببره در خود حقیقت و خود اون در واقع یک نکته ای هست و یک مسئله ای هست که نیاز به جلسه داره و نیاز به بحث و گفتگو داره که آیا اصلا اون هنرمند یا اون در واقع مؤلف وظیفه اخلاقیش حکم میکنه که این کار رو بکنه یا نه. اما به شکل بسیار خام، اگر که ما در واقع چون ما با سینمایی که طرف هستیم در 1895 سینمایی نیست که امروز در واقع مثلا ما میشناسیم و میدونیم و باش آشنا هستیم، یه سینمای بسیار خامی هست، یه سینمای بسیار ناپخته و بسیار زمخت در واقع این سینمایی هست که ما باش مواجه هستیم در اون زمان. در صورت این جریانات سینمایی در ابتدای کار خب به هر حال پیچیده‌تر پیچیده‌تر میشه و ما میرسیم به جلوتر در 1968 در زمانی که سینما وریته اتفاق میفته و این خود این در واقع سینما وریته یک در واقع جنبشی از سینما هست، یک اتفاقی در سینما هست که بسیار تاثیرگذار میشه. یعنی ما زمانی که میبینیم که قیل و قال در واقع فیلم ها و در واقع سینمای پرخرج حالا به فرض ایتالیا یا حالا فرانسه یا بعضا شوروی داره در شکلهای مختلف وارد بدنه سینما میشه، فیلمسازانی که توی اون دوران بودن توی 1960 و به بالا در واقع بودن این در واقع خلأ رو احساس میکنن که شاید سینما داره از اصل خودش دور میشه و در واقع اونها در واقع این سینما رو و اصل سینما رو سینمای حقیقت میدونستن، سینمایی که حقیقی هست و تصرف و در واقع دخالت صاحب اثر، کسی که کار رو داره میسازه، به کمترین شکل ممکن باید درش اتفاق بیفته. سینمایی است که سینمایی بدون دکوپاژه، هیچ صحنه بندی نداره. شما نمیبینید که در اون سینما اون فیلمساز بیاد و در سینمای وریته مثلا دکوپاژ بندی بکنه، بخواد صحنه بندی بکنه. شدیداً غیر دراماتیکه اون سینما، شدیداً غیر رواییه، هیچ شکلی از روایت در واقع آکادمیک رو یا اون چیزی که سینما استپ بای استپ در طی تاریخ داره آکادمیک میکنه و استاندارد سازی میکنه رو ما نمیبینیم در اون سینما. و این فیلمسازها در اون دوران مدعی این هستن که تا اونجایی که امکان داره به واقعیت وفادار بمونن. حالا اینکه واقعیت چه هست خب از مناظر مختلف میشه بررسی کرد، میشه صحبت کرد که چی هست، اما در واقع هدف اینجا این هست که تا اونجایی که میشه دوربین کاشته بشه و شروع کنه به فیلم برداری کردن. ما مثلا در شوروی ژیگا ورتوف رو داریم که خب فیلمساز مستند بسیار خوبی بود و اصلا یه فیلم مستند خبری هم میسازه در همون دوران که نه بازیگر داره نه دکوری داره و نه فیلمنامه داره و اصلا اساس اون کار همین هست، به علت اینکه خب یک مستند خبریه، در واقع قرار هست که یک خبر تهیه بکنه. و این در واقع این جنبش ها هستن که نهایتا به دست گروهی از فیلمسازان رادیکال فرانسوی میرسن که مثلا ژان روش مثلا یکی از این کارگردانان هست، یکی از این کارگردان رادیکال اون دوران فرانسه هست که اینها شروع میکنن پیروی در واقع صحبتی که کردیم تمام میزانسن ها رو تمام تدوین ها رو ازش پرهیز میکنن تا اونجایی که امکان پذیر هست براشون و سعی میکنن که فیلم هایی بسازن که جامعه شناختی بیشتری داره، کمتر واسطه داره برای اینکه در واقع بیاد و داستان های خودش رو بیان بکنه. هرچند این سینما وریته خیلی قدرتمند نمیشه، یعنی نمیتونه به نتیجه برسه، طبیعی هم هست. به هر حال بحث اقتصاد در بحث سینما یه بحث بسیار جدیه، شما از پاپ کورن و در واقع
بستنی که دستان های سینما میفروشن جز اقتصاد سینما حساب میشه، تا در واقع پوستر و حالا هر چیزی که به شکل مرچنایز بعد از یه فیلم میتونه به وجود بیاد، مثل کاری که مثلا تو دی سی داریم میبینیم. و خب فیلم هایی که مینستریم هستن، فیلم هایی که پرخرج هستن، پرهزینه هستن، که ما در ایتالیا مثلا در اون دوران 1960 میتونیم ببینیم که اینا فیلم های بسیار پرخرجی رو میان شروع میکنن به ساختنش، و این فیلم های پرخرج هستن که مردم رو میکشن به سینما. ببینید ما با یک پدیده طرف هستیم که نه تنها توده رو داره در بر میگیره، بلکه الیت رو هم داره در بر میگیره. یعنی هر دو جناح رو، هر دو شکل در واقع نیروهایی که وجود دارن در یک جامعه رو داره در بر میگیره، و این طبیعتاً به اینجا ختم میشه که سینما برای اینکه بتونه زنده بمونه و رشد پیدا بکنه، مجبور هست که بیاد برسه به توده. اول اصلا باید توده رو در واقع تغذیه بکنه تا اینکه الیت رو بخواد تغذیه بکنه، و به خاطر همین هست که ما میبینیم که فیلم هایی که در واقع مینستریم هستن یا بزرگ هستن، خب برای تهیه کننده ها یا در واقع کمپانی های فیلم سازی در اولویت قرار دارن تا کارهایی که به شکلی حالا یا به زبان ساده هنری تر هستن. در صورت این در واقع قاعده که ما داریم راجعش اینجا صحبت میکنیم، در اون تایم 1968 هم فیلمسازا ازش مستثنا نیستن و با همین در واقع شرایط دارن دست و پنجه نرم میکنن، گریبان گیرشون هست این شرایط و دارن سعی میکنن که باش کنار بیان، و این نبود اقتصاد مطمئن نمیتونه تاثیرگذار باشه برای رشد این نوع سینما. و خب چند سال بیشتر دوام نمیاره سینما وریته. البته این نام سینما وریته یا سینما حقیقت بعدها به شکل‌های مختلف وام گرفته میشه برای اینکه مثلا حالا اعتبار بده به یک جشنواره فیلم، یا اینکه در واقع به شکل‌های مختلف این اعتبار رو، این شرایط رو برای اون فیلمسازا به وجود بیاره. اما شاید میتونیم به جد بگیم که بزرگترین اتفاقی که در تاریخ سینما میفته در 1995 هست، یعنی دقیقاً 100 سال بعد از لومیرها، 100 سال بعد از کاشته شدن اولین دستگاه سینماتوگراف بر روی زمین و شروع کردن به فیلم برداری، در 1995 یک سری فیلمساز حقیقتاً دیوانه، حتی دیوانه نه به معنای بد بلکه به معنای کسانی که توانمندی و جرأت تغییر رو دارن، عرض بکنم این فیلمسازان که در واقع توماس وینبرگ هست که کارگردانی هست که Another Round رو یا فیلم مست رو ساخته توی همین سال گذشته، یکی از همین در واقع کارگردان هست، لارش فون تریر در واقع کارگردان دیگه ای هست که توی این گروه وجود داره، سورن یاکوبسون کارگردان دانمارک کسی دیگه ای هست که توی این گروه هست، و کریستیان لورینگین که اون هم دانمارکی هست توی این گروه وجود داره، و اینها با هم دیگه یک تشکلی رو به وجود میارن، افرادی بسیار رادیکال، افرادی بسیار آنارشیست، دست به تجربه بسیار عجیبی میزنن و یک قانونی رو وضع میکنن برای خودشون که توی این قانون اعلام میکنن که ما از هر گونه قوانین کلاسیک و آکادمی خودمون رو به عنوان مؤلف نفی میکنیم برای ساختن فیلم ها. و این یک اتفاق بسیار عجیب غریبه. نوع انانس کردن این هم بسیار جالبه. وقتی من بهش فکر میکنم برای من بسیار جذابه که چقدر اینا جالب میان این رو در واقع به اطلاع عموم میرسونن. توی همون 1995 در فرانسه یک فستیوالی برگزار میشه که اسم این در واقع فستیوال سینما در آستانه ورود به دهه به دومین صده هست در واقع، و توی این فستیوال، توی این در واقع همایش اینترنشنالی که داره اتفاق میفته، خب این کارگردان ها هم حضور داشتن و این پیمان نامه‌ای که نوشته شده بوده و تدوین کرده بودن رو اونجا برای اولین بار انانس میکنن در جلسه خبری ژورنالیستیک، و بعد از اینکه اون در واقع این تعهدنامه رو میخونن، آقای وینتربرگ این رو در واقع لوله میکنه و پرت میکنه سمت ژورنالیستایی که نشستن اونجا. از همونجا این انفجار شکل میگیره که مفاد بسیار جالبی هم داره این قرارداد، و هدف هم داره. هدف اصلیش این هست که خب این گروه از کارگردانایی که نام بردم ازشون، اینها بسیار شاکی بودن از اینکه خب یه سری کارگردان هستن که یا بی تجربه هستن یا سواد آکادمیک خاصی ندارن و اینها دست میزنن به کارهایی که بسیار خوب نیست، با توجه به اینکه خودشون رو درگیر میکنن با قوانین ساختاری استاندارد هالیوود یا حالا استانداردهایی که آکادمی های مختلف به اینها داره معرفی میکنه. و هدف اینها این هست که
اون دست از کارگردانانی که قرار هست از دل اینها خارج شن به عنوان نسل بعدی کارگردانان سینما، دیگه خودشون رو اسیر در واقع این اتفاقات و این قوانین نکنن، یعنی نیان بگن که خب ما مثلا برای ساخت در واقع این فیلم خودمون نیاز داریم که حالا مثلا چون فلان سیستم مثلا دالی رو داشته باشیم، فلان سیستم کامرا رو داشته باشیم، یا فلان نور پردازی رو داشته باشیم. نه، در صورتی که میتونن خودشون رو بیان و قایم بکنن پشت در واقع این جنبش، و این جنبش خب فکر میکنم که اکثر دوستانی که تو این گروه باشن در جمع باشن که جنبشی نیست جز جنبش دوگما 95 که توی اون سال به شکل جدی انانس میشه با 10 تا مفاد قرارداد که به 10 فرمان دوگما 95 هم معروف است، که خب از معروف ترین های در واقع این بندهای قرارداد چیزی مثل مثلا فیلم برداری در محل واقعیه، یعنی قرار نیست که اصلا هیچ صحنه ای ساخته بشه، هیچ در واقع صحنه پردازی قرار نیست که در اون شرایط به وجود بیاد، و این خب بسیار جالبه. این چون تصور بکن که وقتی که کارگردان میخواد فیلم بسازه، برای پیدایش، برای به وجود آوردن اون جهانی که میخواد بسازه، حتما نیاز داره که خب بیاد یک شرایط خاصی رو خلق بکنه، مثل هر هنرمند دیگه که میخواد یک جهانی رو خلق کنه. حالا دوگما 95 اومده و میگه که نه، شما به عنوان مؤلف باید خودتو بچسبونی به واقعیتی که وجود داره و هست، و این در واقع فیلم برداری در محل‌های واقعی خب از این قاعده مستثنا نیست. حتی در این مفاد این قرارداد اومده که اگر کارگردان نیازمند این باشه که مثلا صحنه ای رو فیلم برداری بکنه که در یک محیط خاص قرار هست اتفاق بیفته، موظف هست که گروه فیلم برداری رو انتقال بده به اونجا، نه اینکه در واقع اون شرایط رو مهیا بکنه در استودیو یا حالا در شرایطی دارن فیلم برداری میکنن. یه نکته خیلی جالب داره، من فکر کنم برای دوستانی که با صدا هم در واقع درگیر هستن به شکلی میتونه جالب باشه، و اون هم این هست که صدا برداری باید سر صحنه انجام بشه، تمام صدا برداری باید سر صحنه انجام بشه. خب شاید الان سوال ایجاد بشه که مگه بقیه فیلم‌ها مثلا صدا برداری نمی‌کنن سر صحنه؟ مطمئنا اتفاق میفته، اما ما تکنیک‌های مختلفی داریم. مثلا ما تکنیک ترامپینگ داریم که به فرض یه سکانسی داره ضبط میشه، تلفن طرف زنگ میخوره، تلفنش رو جواب میده، صدایی که پشت تلفن هست خب صدا بردار نمیتونه ضبط بکنه، به علت اینکه خب هزار تا مسئله تکنیکی هست و کوالیته و این داستان ها. اما بعد برای اینکه بتونن این شرایط رو به وجود بیارن که شما به عنوان مخاطب باور بکنی این صحنه رو، خب این صحنه قرار هست که این صدا در واقع بعدها در استودیو ضبط میشه، و دوگما 95 تمام اینها رو نفی میکنه، میگه شما اجازه ندارید این کارو انجام بدید. سوال بعدی که به وجود میاد اینجا اینه که خب اوکی، 295 ما متوجه شدیم که نباید صدا رو ضبط بکنیم، و قراره که ما تا اونجا که میشه 100% خودمون رو به حقیقت نزدیک بکنیم. تکلیف موسیقی چی میشه اینجا؟ چون به حال سینما یه ترکیبی از تمام هنرها هست به شکل مختلف، شما نمیتونی، نه که نمیتونی، نباید در واقع، ولی سخته که شما مثلا موسیقی رو از بدنه فیلم کم حذف بکنی. موسیقی یه بخش خیلی جدیه در سینما، اصلا اونطور که مثلا در کار کریستوفر نولان ما میبینیم، یا کارهای دیگه که هانس سیمر مثلا کار موسیقیش رو انجام داده، ما میبینیم که چقدر در واقع این هانس سیمر تاثیرگذار هست توی کاری که داره انجام میده، و چقدر میتونه تعیین تکلیف بکنه برای بیننده که الان حالش خوب باشه یا نباشه، یا احساس راحتی بکنه یا نکنه. و 295 چیزی که در واقع اعلام میکنه، میگه که اوکی، شما موسیقی میخوای ضبط بکنی، هیچ پرابلمی نداره، باید گروه موسیقی بیان و در کنار دوربین، در کنار همون میکروفونی که اونجا داره ضبط میکنه فیلم رو، بیاد این کارو انجام بده. و یه نمونه خیلی خیلی جالب داره این در واقع ضبط به این شکل، یک فیلمی در واقع لارش فون تریر داره به نام ایدیوتن، به زبان دانمارکی یعنی احمق‌ها یا ابله‌ها یا پخنه‌ها مثلا میتونیم اسمش رو بذاریم. و توی این فیلم ما می‌بینیم که مثلا دوربین توی چرخش خودش نشون میده که مثلا حتی گروه موسیقی وجود دارن توی صحنه فیلم برداری، و خب اینا بخشی از در واقع این سینمای دوگما هست. برای اینکه بحث بتونه به یک جمع‌بندی برسه و ما بتونیم من خیلی سعی میکنم که اون تایم رو نگه داریم، و الان تقریبا 26 دقیقه است که من دارم صحبت میکنم، من 4 دقیقه آخر بحثم رو به اینجا تموم میکنم، و بعد خوشحال میشم که باقی دوستان هم بیان و صحبت بکنیم و نقطه نظر خودشون رو بگن در رابطه با این قضیه. تمام این صحبت ها رو من کردم، تمام قصه ها رو من گفتم،
به علت اینکه ببینیم که خیلی واقعا سخته که توی 30 دقیقه نزدیک بشیم به بحثی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم و اون هم بحث سینما مساوی حقیقت هست و اینکه در واقع بیایم به این فکر بکنیم که آیا یک صاحب اثر، یک کسی که قرار هست که کاری رو بسازه به عنوان یک متفکر، به عنوان یک تولید کننده، آیا موظف هست که به تولید واقعیت خودش رو در واقع ملزم بکنه یا اینکه نه فقط بحث این پدیدارشناختی هست که ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم. چون ما از نگاه این در واقع مثلا میگم آلین بادیو که یک فیلسوف مراکشی هست که حالا البته ایشون متولد مراکشه ولی خب فرانسوی هم خونده میشه، ایشون مثلا معتقد هست که سینما به عنوان یک نوعی از تعلیمه، یک نوعی از هنر زندگی و یک نوعی از تفکره و یک تعامل پیچیده‌ای داره سینما در پدیدار شناختی و هستی شناختی. یعنی چی؟ یعنی که یک پدیده رو میاد به وجود میاره و بعد اون به وجود آوردنش رو به شما میشناساند. یعنی ما مثلا با یک فیلمی مواجه هستیم به نام The Matrix 1999 که این شرایط، این فضایی که داره به وجود میاد که ما مثلا با یک پدیده مثل ماشین لرنینگ مواجه هستیم در ماتریکس که خیلی شکل پیچیده‌ای هست از نوع در واقع نگاه یک خالق اثر به اثر، این پدیده رو به شما میشناسونه و این شناختن رو بست میده، مدام این رو بست میده و ما باور میکنیم این رو، ما به عنوان یک بیننده این رو باور میکنیم. حالا اینکه چقدر در واقع نزدیک بشه این در واقع صاحب اثر و ما در واقع به اون حقیقت، اون یک بحث مجزایی هست. اما اینکه ما در واقع سینما رو به عنوان یک پدیده هستی شناسی در واقع بررسی بکنیم، اینجاست که باید عمیق‌تر بشیم در رابطه با خود در واقع این هستی و وجود خود سینما که ببینیم چطور میشه در واقع این حقیقتی که به وجود اومده رو بفهمیم و درک بکنیم که آیا قرار هست که از حقیقت سینما فاصله بگیره به عنوان یک فیلم، به عنوان یک پدیده ساخته شده، یا اینکه نه ما باید اون رو به عنوان یک پدیده حقیقی باور بکنیم یا لزوماً منتظر اتفاق افتادن این پدیده در آینده نچندان دور باشیم. من فهم میکنم که ما بتونیم صحبت بکنیم در رابطه با این سوال و این در واقع این سوالی که آیا ما اصلا سینما رو به عنوان تولید کننده یک حقیقت در جهان معاصر میتونیم بررسی بکنیم و نقطه نظر ما چی هست. من فکر کنم تو این نقطه بمونیم نقطه مناسبی هست و میتونه بحث بسیار شیرین رو شکل بده بین عزیزانی که توی گروه هستن. فکر میکنم 30 دقیقه تمومه و بسیارم خوبه که این زمان بندی سر جاش بمونه که بتونیم که به بهترین شکل استفاده بکنیم. من در خدمتتون هستم. علی جان البته اون 2-3 دقیقه که من صحبت کردم و حساب بکن، اگه نکته‌ای مونده میتونی بگی ها، جوری نباشه که خودت در محدودیت قرار بدی. حتما به قول خارجی‌ها سعی کنیم تا اونجا که میشه شارپ باشه این تایمی که داریم استفاده میکنیم که درست بره جلو، ولی حتما توی این چون حقیقتا این آخر بحث، یعنی اون در واقع مقدمه که اتفاق میفته، ما یه نوعی از تلاش سینما رو داریم میبینیم. ما میبینیم که این تلاش سینما به چه شکلی داره اتفاق میفته، یک سازنده اثر و سازنده های اثر در طی تاریخ چطور دارن دست و پا میزنن برای اینکه بیان برگردونن اعتبار حقیقت رو به سینما، و در مقابل یک گروه دیگه هستن که احساس میکنن، یعنی در واقع فکرشون این هست که نه اصلا لزومی نداره که سینما حقیقت محض باشه. ما قرار نیست که باور بکنیم که سینما یک حقیقت محض است. بذارین یه مثال بسیار جذاب براتون بزنم، یه مثال بسیار فرش، در واقع یه مثال خیلی تازه، اتفاقی که جدیدن افتاده و منو خیلی به وجد آورد. کمپانی اپل یک استریمینگ چنل را انداخته، یه چیزی شبیه نتفلیکس به اسم اپل تی وی پلاس، و توی این تی وی پلاس شروع کرده به پرودوس کردن فیلم هایی که خیلی عجیب غریبن، یعنی هر کدومشون برای خودشون یک شکل جدیدی از فیلم هستن. یک سریالی رو معرفی میکنه جدیدن به نام کالز، و این سریال کالز
حقیقتا خیلی متفاوته. یعنی ما در این سریال نه تصویر داریم، یعنی شما هیچ تصویری از مثلا بازیگر نداری، در واقع تمام داستان بدون دیده شدن چهره بازیگر قابل فهمه. چطور؟ کارلز خب از اسمش مشخصه، این در واقع تماس تلفنی. در این فیلم تماس تلفنی ما فقط با اکولایز صدا مواجه هستیم و داستان داره اونجا روایت میشه. داستانهای به شدت اکستریم داره اتفاق میفته، داستانی که به شدت بروتال هستن بعضن داره اتفاق میفته و شما بدون دیدن بازیگر باور میکنید فیلم رو، باور میکنید داستان رو. در صورتی که مثلا شاید یه کارگردان برای اینکه به شما بگه که الان بازیگر رفته به فضا، شاید باید خیلی هزینه بکنه، بیاد مثلا یک فضاپیما درست بکنه، بعد این فضاپیما باید بره بالا، بعد هزار تا وی اف ایکس باید روش بخوره، هزار تا اتفاق بیفته. با شاید که الان هم که هست که اینقدر آدم ها فیلم میبینن که به سادگی چیزی رو باور نمیکنن، و یکی از دلایل شکست فیلم های ترسناک در حال حاضر همینه. اما این فیلم میاد عنصر تصویر رو حذف میکنه، داستان رو روایت میکنه برای شما و شما باور میکنید این رو به عنوان یک حقیقت. و اینه در واقع این مرز جذاب، در واقع این بحثیه که دارم راجبش پافشاری میکنم، بحث پدیدارشناختی و هستی شناختی، که این پدیده رو میاد به شما معرفی میکنه و هستیش رو هم به شما میقبولونه و شما قبول میکنید که این اتفاق داره میفته. و من فهم میکنم که حتی یک سری از نگاه هایی که مثلا به فیلم هایی میشه که حالا به خصوص نامی برم که واضح تر باشه، مثلا مثل فیلم تهران که یک پروداکشنی هست که داره داستانی رو روایت میکنه از اتفاقهایی که حالا سیاسی اطلاعاتی هستن بین یک کشوری مثل ایران و اسرائیل، یهو مورد مثلا مواجهه مردم قرار میگیره که این داره مثلا این الکیه ها، این باور نکردنی، این فلان، اینجوریه. و این حرف، یعنی در واقع ما میتونیم اینجا بهش فکر بکنیم که آیا اصلا ما لزوماً وظیفه‌ای برای سینما می‌بینیم، حالا اون که سریال هست البته، آیا ما وظیفه‌ای برای سینما می‌بینیم که سینما بیاد حقیقت رو مسلماً صحبت بکنه ازش، یا اینکه نه سینما فقط سینماست، یک هنره. کمون که وقتی شما یک نقاشی غروب می‌بینید، لزوماً خورشید غروب نکرده، بلکه یک نقاشی از غروب رو دارین می‌بینید. فکر می‌کنم که اینجا ما به نقطه‌ای برسیم که در واقع میشه راجبش صحبت کرد، میشه راجبش حرف زد. و جذابیت بحثم اینجا هست که تمام عزیزانی که الان توی این گروه هستن، خب مسلمان هر کدوم نقطه نظری دارن و هیچ غلط و درستی وجود نداره و جذابیت سینما هم همینه. و اگر اینطور نبود که خب سینما یه دونه صندلی بیشتر نداشت، یه نفر میشست و نظرش راجب اون فیلم میگفت. علی جان من یه نکته اضافه بکنم خدمت شما، که ما وقتی که با سینما روبرو میشیم، اگر مبنامون رو بر تکنولوژی قرار بدیم، یعنی بدونیم که سینما وجوهی از تکنولوژی است یا یکی از شاخه هایی است، که این عزیزی که اومده اینجا، من امیر عزیزه، خب اینو من یه میوتش بکنم. امیر جان، خب اولا خوش اومدی امیر عزیز، از عزیزان خوب تصویر. خدمت شما که بیاید یه، حالا صحبت پدیدارشناسی هم که کردی، این فکر میکنم جذاب باشه، یه مدخل خوبی باشه برای ورود به بحث. هر جا اولا که صحبت حقیقت میشه، یا اون به اون تعبیر یونانی الفیا در واقع میاد، ما صحبت از کشف هم داریم دیگه، و بعد تو تعابیر جدید مدرنش در واقع صحبت از یک برساخته هم داریم. یعنی نه حقیقت به مثابه آن چیزی که هست باید کشف بشه، بلکه حقیقت به مثابه یک امر برساخته که مدام داره خودش رو در واقع در تطور هست، در دگردیسی هست. پیش از همه اینها میتونیم برخوردمون رو نسبت به سینما با توجه به اینکه ما دو بخش در واقع ما طرف هستیم و مبناش هم اینه که سینما یک امر تکنولوژیکه، به دو چیز در واقع ما دو راه رو پیش روی خودمون بذاریم. یکی این که سینما یک ابزار هست، یعنی یک فعالیت انسانی هست، و حالا این ابزار بودن رو با تو نگاه های جدید بازم تقسیم بندی هم میتونیم بکنیم. یعنی ما دستگاه داریم، ابزار داریم و ماشین داریم، که این متأخره در واقع دستگاه میشه چیزی شبیه کامپیوتر که الان موقعش رو برستیم به عنوان یک نگاه جدید یا یک ساحت جدید از صنعت. اینو مد نظر داشته باشید. پس این دو راه رو ما میتونیم در موردش حرف بزنیم، یک ابزاری، یعنی ما به عنوان یک فعالیت انسانی، یا به عنوان یک وسیله بهش نگاه بکنیم، و دو
نگاه ماهوی بهش داشته باشیم، یعنی هدفمون کشف این چیستی باشه، کشف ماهیت سینما باشه. از همینجا ما راهمون ممکنه که جدا بشه. یه جمله هم هست، این جمله به نظر من یه جمله طلاییه، حالا در مقابله با اون نگاه بدیویی، میگه دوربین توانایی اندیشیدن ندارد. این ماهیم سوژه یا فاعل انسانیه که میتونه بیاندیشه یا تصور میکنه که میتونه بیاندیشه، اما دوربین کارش نه اندیشه است نه اساسا میتونه چنین کاری رو انجام بده. پس وقتی نمیتونه انجام بده، وظیفه هم بهش نیست. یعنی همون بحث پاسخگویی، ما چیزی رو نمیتونیم به این البته نگاه ها دارم، فقط با شما در میان میذارم که مدخل بحث در واقع باز بشه، یه راهی باز بشه که بریم جلو. از این نگاه وقتی نگاه میکنیم، ما با یه سری از اون نگاه های واقع گرا که رادیکال ترینش سینمای مستند تا میرسه به سینمای در واقع داستانی واقع گرا، از یه مثلا سمت چپ شروع میشه میره به سمت راست، تا جایی که دیگه ما با تخیل محض روبرو هستیم، با شکل های جدیدی از فراروی از واقعیت روبرو هستیم، یا با چکش زدن واقعیت روبرو هستیم. تو این بستره یا گستره در واقع، تو این بستر و گستره ای که وجود داره از چپ تا راست، ما خودمون رو به عنوان مخاطب، مؤلف و همچنین خود اثر تعریف میکنه. پس با سه عنصر جدید هم روبرو میشه، و این حالا فقط در مورد سینما هم نیست، ما اینجا فعلا در مورد سینما داریم صحبت میکنیم، در مورد یک متن هم میتونه باشه، کما اینکه متن به عنوان بخشی از سینما همچنان حضور داره. آن چیزی که الان ما باش روبرو هستیم، یعنی سینمای حقیقت که از دلش مقرره که در مورد بحث حقیقت هم صحبت بکنیم، اتفاقا یکی از این شاخصه‌ها که متن باشه رو تا جایی داره در واقع انکار میکنه. در نتیجه من فکر میکنم خیلی جذاب میشه که ما به این قضیه بپردازیم. یک، آیا سینما توانایی اندیشیدن داره؟ از این منظر آیا اگر داره یا نداره، اینو به چه عنوان میتونیم به عنوان وظیفه در واقع برای سینما در نظر بگیریم؟ بعد در مواجهه با اون بفهمیم که ماهیت کاری که سینما داره انجام میده یا ماهیت آن چیستی سینما چیست. این من فکر میکنم بحث در واقع دروازه خوبی باشه که ما بهش ورود بکنیم. موافقم، بسیار بحث خوبیه. لیلی جان، وحید جان. بله، ممنونم علیرضای عزیزم، واقعا خیلی لطف کردی با این تاریخ خوبی که از سینما برای ما دادی، و ممنونم از شاهین جان. و من در واقع میخوام همینجا این موضوع رو به نوعی تاکید بکنم که با شاهین هم نظرم در این مورد که به نوعی بحث از وقتی سینما وریته میکنیم ما یا سینما دیرکت میکنیم ما، در نهایت چه به عنوان یک پژوهشگر دپارتمان سینمایی باشیم، چه به عنوان بیننده باشیم که شیفته سینما هستیم، جلوی پرده نقره میشینیم بدون هیچ ارجحیتی و فیلم میبینیم. این تاریخی که حالا شما در رابطه با سینمای مستند، سینما وریته، سینما دیرکت یا به نوعی حالا اسامی دیگه‌ای که تو این ترمینولوژی میشه قرار داد از زیاد هست، لایوین کامرا و سینما سنسریت و اینها رو بخوایم در واقع بهش بپردازیم، خیلی گسترده است، خیلی طولانی میشه، فکر کنم از حوصله بحث ما هم خارجه. من به اون قسمت از این موضوع بیشتر دوست دارم بپردازیم که واقعا توی موضوعی که برای ما مهمه، آیا سینما به حقیقت منجر میشه یا ما تعاملی که بین هنر داریم با حقیقت چیست، یا اصلا کلن استتیک و تکنیک ما هم چه تقابلی دارن. چون به نظر من دیگه سینما مدت هاست که از این کلیشه ها اومده بیرون، یعنی این دوگانه ای که بین هنر صنعت بوده دیگه الان تقریبا میتونیم بگیم ازش ما گذر کردیم. حالا ما به اون معنای سینمای مستند نمیتونیم الان دیگه خیلی بپردازیم، چون بعد از حالا 1960 و شروع این جریان و برحال سینماگرهای فرانسه که تو موج نومیان و ژرمن دولاک و میاد و لوی دلوک و اینها و بعدش آنتونیونی پیگیرش میشه، یعنی در واقع ما تبدیل میشیم از سینما دیرکت یا سینما وریته، میایم وارد سینمای معناگرا میشیم به اون شکل امپرسیونیستیش. یعنی در واقع این یک اتفاقی میفته که ما با یک کیفیتی در فیلم ها روبرو میشیم که مصداق بارز شعر تصویریه، یعنی یک جور سینمای شاعرانه سمتیکه، اونه که ما رو به اون قسمت از حقیقت میخواد برسونه یا نمیتونه برسونه. یعنی در واقع تقابلی باز اینجا رو وجود میاد بین اینکه سینما یه هنره یا صنعته، یعنی در نهایت ما اینو باید اینجا یک خط فاصله براش بذاریم. حالا من نمیخوام اشاره بکنم که کی اصلا این اتفاق میفته و چرا اصلا میریم به سمت تصویر، چون این باز کردن این
موضوع این جعبه پاندوراست شما بازش بکنی باید گریز بزنی به فلسفه. در نهایت هم سینماگری که مرعوب فلسفه بشه کارش لنگه. این دیوید بوردویل میگه من فکر میکنم اول از هر چیزی توی بحث سینما یا تو هر موضوعی اصلا فرقی نمیکنه، هنر کلن به شما یک بخشی از وجود انسانه که فکر میکنم به شکل طبیعی یک انسان نمیتونه اون رو مثلا ابراز بکنه. حالا با چون که تو زندگی عادی انسان اون شکل از درونیاتش قابل درک نیست، یعنی با هیچ ابزار و امکانی نمیتونه اون رو قابل دید شدن رو براش به وجود بیاره. و همین دلیل هم هست که تو سینما این در معرض دید بودگیشه که متمایزش میکنه با چیزهای دیگه. هنرهای دیگه هم همینطور هستن، اما ما توی هر هنری یا توی هر موضوعی یک فرم داریم، یک چارچوب باید داشته باشیم، تحت قوانین و قراردادها هستیم. شما با یک مخاطب طرفی، یک نمایشنامه رو میخواد ببینه، میخواد یک رمان بخونه، به یک موسیقی گوش میکنه، یا اینکه میشینه فیلم تماشا میکنه، اینا همه یک فرم هنری رو در ذهن ما متبادر میکنه که به کجا ختم میشه؟ به ادراک، یعنی اون پرسپشنی که یک مخاطب از اون اثر دارد هستش که این رو متمایز میکنه با هر چیز دیگه. یعنی مصداقش توی زندگی اینه که ما تمام زندگی ما ادراک یک فعالیت مستمره. همینطور هم که ما داریم هر روز بلند میشیم زندگی میکنیم، میریم تو خیابون یا راه میریم قدم میزنیم، دنبال یک ظواهری هستیم که بتونیم اونا رو درک کنیم، یعنی یک علامت آشنا، یک چهره‌ای که برای اون آشناسی داره که بتونیم از یه نشونه چیزی رو بفهمیم، درک کنیم. توی سینما هم برای من این موضوع همیشه بوده که من عناصر فرمی رو با عناصر روایی و سبکی میسنجم. یعنی میگم شما تو سینما هم باید فرم رو بشناسی در هر هنری، یعنی شما در هر گونه موضوعی که به خلق یک اثر منتج میشه شما باید در فرم رو به مثابه یک سیستم اول قبول داشته باشی. بنابراین ما نمیتونیم تا صحبت از حقیقت میشه یا هر نوع ادراکی که یا هر نوع استنتاجی که از یک اثر میشه نخواهیم اول فرم رو بپذیریم. البته این رو هم بگم که من با اون تعریفی که به صورت خیلی سنتی در مورد جدا کردن فرم و محتوا میشه اصلا قائل نیستم. من معتقدم که فرم یک نوع فرم، هر نوع فرمی در هر نوع شکلش محتوا رو تعریف و تبیین میکنه. بنابراین ما وقتی فرم رو بشناسیم به عنوان چه محقق، چه به عنوان پژوهشگر، چه به عنوان یک بیننده یا مخاطب، وقتی ما فرم رو میشناسیم به درک درست میرسیم. پس موضوع حقیقت اینجا محلی از اعراب پیدا میکنه. تا زمانی که شما فرم رو نشناسید، تا زمانی که شما الفبای یک چیز رو یاد نگیرید، خب فرم رو چجوری میخواید بشناسید؟ فرم رو نشناسید به حقیقتش منتج نمیشید، یا به اون چیزی که قراره به شما القا بکنه یا به شما انتقال بده منتج نمیشه. من باز تو حالا بحث تکنیکی تر بخوایم در این مورد صحبت بکنیم خیلی علاقه دارم، ولی دوست ندارم که این تبدیل بشه به یک صحبت رادیویی و فقط حرف بزنیم ما، چون خیلی میتونه داینامیک داشته باشه این بحث ما، چون من خودم به شخصه یک نوع سینمایی رو میپسندم، حالا نه به اون فرم فلسفی افلاطونی که استعلایی باشه قائل به یک فرم از پایین به بالا که منتج میشه به یک واقعیت غایی یا یک حقیقتی که در ترانسندنس خیلی در دسترس نیست، اما من خودم شخصا از طرفداران سینمای معناگرا هستم، از طرفدار سینمایی که بتونه شما رو به یک درک بهتری از اون چیزی که در معرض دید قرار گرفته ترغیب بکنه، یک راهی بشه تا یه وضعیت بهتری از حالت فعلی که داری. من اتفاقا فکر می‌کنم سینمای حقیقت سینمای معترضه، سینمای حقیقت، سینمایی که به حقیقت یا به سینمای معناگر ختم میشه سینمایی است که حرف برای گفتن داره. تو حوزه عناصر روایی صحبت دارم من در حوزه عناصر سبکی که شامل که چون سینما وریته، سینما سنسیلیته، سینما دایرکتو میبرن توی حوزه تعاملات تکنیکی، یعنی از زمانی که دیگه صدا تونسته بیاد دوربین سبک شد دیگه، از اون حالت دوربینای پاناویژن بزرگ
بزرگ نگاتیو خور که 500 کیلو وزنش بود با اون سیستم صدا در اومد، تبدیل شد به یک دوربین کوچیک با یک مایکروفون خوب. شما میتونستی راه بیفتی توی جنگل با کمترین امکانات نزدیک بشی. این نیست. من سینما رو سینمایی میدونم که بتونه شما رو در قالب روایت، یعنی در بحث تکنیکی وارد نمیشم، اصلا سینمای سبکی یعنی عناصر سبکی رو وارد نمیکنم تو بحث سینما حقیقت. تعریف من اینه شخصی. حالا کسی میتونه در واقع تعریف سینما وریته یا سنسریته رو به سینمای مستند بچسبونه که اون به نظر من دیگه شخصا میگم اون منقضی شده. ما از دهه 60 بعد از اون گزارش یک تابستانه به هر حال روپولی میاد این واژه رو میاره، اون تمام شده. من سینمای معناگرا، سینمایی رو که با یک به هر حال مانیفست که نمیخوام بگم چون اصلا با سیستم مانیفستی هم مخالفم، سینمای خطابگر وراج دوست ندارم، سینمایی که باعث بشه شما از تصویر تفسیر و تقلیل بکنی، بتونی تأمل بکنی، بتونی در واقع از اون تصویر برداشت شخصی داشته باشی، چون زندگی ما، ادراکات ما به عنوان یک انسان همراه شده. یعنی از نظر فرگشتی هم بخوایم نگاه بکنیم، ما در ذهنمون تخیل داریم، دائما با تخیل زندگی میکنه و سینما کارش اینه. اگر سینما قرار باشه همین واقعیت حقیقت ملموسی که ما هر روز میبینیم باشد، اون سینما نیست از نظر من. من کوتاه میکنم، بقیه دوستان صحبت کنن، در موقعیت بیشتر هم صحبت میکنم. من میخواستم اشاره بکنم که هر کدوم از عزیزان مودریتور که حضور دارن هر زمان که لازم بود میتونن ورود بکنن به بحث و بعدم اینم عزیزان تصمیم گیری بکنن از یه جایی به بعد، عزیزانی که خواستن از بین آدینس بیان بالا و سوال بکنن که شروع بشه. فقط من برگردم به این بحثی که الان وحید بهش اشاره کرد، ازش گذشت و همچنین یه جایی هم علی به یه چیزی اشاره کرد میکنم بحث جذابی بود و اونم نزدیکی این داستان اصلا به مسئله حقیقت. یعنی الان وحید جان شما به یه نکاتی داری اشاره میکنیم و از یه طرف دیگه هم یه رادر رو هم برای خودت گذاشتی، یعنی گفتی که نمیخوای اصطلاحی بر خودت بکنی ولی دوباره برگشتی به معنا. درسته؟ ببین معنا رو تا چی ترجمه بکنیم؟ من معنا رو به اون شکل من از همون کلمه سمنتیک که گفتی دارم، سمنتیک شاعرانگی شو بیشتر تصویری یعنی منظورم بود، یعنی شعر تصویری رو من قبول دارم تا سینمای وراج و بیشتر مانیفستی و خطابه‌ای. من فکر میکنم که مشکل از اینجا به وجود میاد که ما هر چقدر که داریم در جلوتر هم که داریم میریم، ما وقتی با سینمای مثلا این شکل سینمای حقیقت که داریم روبرو میشیم، اینو به عنوان شاید بتونیم یه دوره گذار بهش نگاه بکنیم در دوره سینما، چون از اساس حداقل فلسفی نمیتونه خودش رو توضیح بده، از اساس اصلا مسئله حقیقت توضیح خودش نیست. یعنی اینو همه منطقی باش توافق داریم احتمالاً، یعنی اون کسانی که منطقی با قضیه برخورد میکنن. حقیقت تمایلی به انکار نداره، حقیقت تمایلی به دیالکتیک نداره، حقیقت تمایلی به زد و خورد نداره، حقیقت هست و آن چیزی یا آن معنایی که یا حتی بذاری جلوتر بریم اون تصویری که خودش رو به عنوان حقیقت میخواد جلوه بده یا ظهور بکنه، از همونجور راهش با خودش در واقع جدا میشه به شکلی، یعنی نمیتونه خودش رو توضیح بده زمانی که مدعای این رو پیدا میکنه که من حقیقی هستم. از این منظر از اساس تکنیکالی سینمای حقیقت در ضدیت با خودش هست. به همین ترتیب هم حالا این دوگمای 95 که از دل خود سینمای دوگم بیرون اومد، از دل سینمای حقیقت بیرون اومد، مدام داره خودش رو بازیافت میکنه و اصرار داره که من میخوام به واقعیت نزدیک بشم. متاسفانه واقعیت هم مثل یه ماهی لیز میمونه، هر بار تو بهش دست میزنی از دست فرار میکنه، یا مثل روایت اساطیری میمونه که هر بار بهش که دست میزنیم این به یک شکل جدیدی در واقع ظهور پیدا میکنه. از این منظر سینمای حقیقت رو من نمیتونم به عنوان سینمای حقیقت بپذیرمش. من میگم چنین سینمایی اولا به عنوان یک دوره گذار من بهش نگاه میکنم، پله برای نزدیک شدن به حقیقت یا شکافتن حقیقت یا شناختن حقیقت در آینده. همچنان که الان ما سینما رو لطفا عزیزان دیگه تصحیح بکنن، هر چقدر که ما داریم نگاه میکنیم میبینیم فاصله ها داره کمتر میشه، این فواصل بین مؤلف مخاطب، بین مؤلف مخاطب و اثر هست، یعنی دونه دونه اینها داره اتفاق میفته. حالا با اون سریالی هم که بلک میرر شروع کرد توی بخش آخریش که من دیدم که مخاطب در واقع شکل کاریکاتوری قضیه است، مخاطب این توانایی رو پیدا میکنه که بیاد روایت رو تغییر بده.
یعنی ما از اساس با تکنیک طرف هستیم که خود اون تکنیک قرار معنا و حقیقت رو تعریف بکنه. دیگه نمیتونه حقیقت به مساوی یه امر جدا یا مجزا بیاد خودش رو تعریف بکنه. اصلا اساسا چنین کاری هم نمیتونه انجام بده. دور روایت است. یعنی ما یه روایتی از مؤلف داریم که این میاد نزد مخاطب، تازه مخاطب توانایی اینو پیدا میکنه که تغییرش بده. از اینجاست یه در همین نقطه است که ما دیگه با سینما به عنوان یک امر حقیقی مطلقا نمیتونیم برخورد بکنیم. یعنی شاهین جان، من در مورد حالا این بحث میخوام اینو سوال بکنم، آیا شما قائل هستی که ما در حوزه روایت، ببین به هر حال سینما یک هنره برساخته از عناصر روایی هست و سبکی، شما تا تدوین و فیلم و میزانسن و تمام اینها میاد تا تبدیل میشه به یک اثر، مثل یک موسیقی، مثل یک نقاشی، مثل یک مجسم سازی، ما در تمام اینها همه این اتفاقات میفته، شما قائل هستی که میتونه در اون فرم خودش منتهی بشه به یک ادراک حقیقی، یا اصلا کلا به این معتقد نیست؟ نه من نتیجه نه من نمیتونم به چنین چیزی معتقد باشم. اولا که من فکر کنم هر جا که ما داریم در صحبت از هنر بودن و همچنین حقیقت و طبیعتا از دلش قرار صحبت از شناخت بکنیم، مجبور هستیم برگردیم به اون دو مفهوم پایه‌ای و اساسی یونانی، اپیستمه و همچنین تخنه. و حالا عزیزان همه تقریبا احتمالا اشراف دارن که تو نگاه یونانی ما وقتی با تخنه روبرو میشیم میبینیم یک نجار کاری که داره با تخت انجام میده و با یک نقاش که تخته داره میکشه، اینها در نهایت به اثر به عنوان فن نگاه میکنن. حتی نزدیکتر حالا با اون عزیز افلاطون در واقع که بهش اشاره کرد، یعنی اونجا بعض بدتر هم میشه، یعنی کار تخنه رو نزدیک میدونه به آن چیزی که نجار داره انجام میده. ما الان در شکلی از بازگشت هستیم، یعنی الان دیگه آروم آروم بحث ما از اپیستمه به معنی شناخت داره جدا میشه. ما هر چی که داریم جلوتر میریم داریم نزدیک میشیم به تخنه. البته این میتونه این نگاه میتونه مخالفهایی هم داشته باشه، حتما خصوصا تو پدیدارشناسی که مسئلهشون جدا حقیقت پدیدارهاست. اما اون چیزی که من میفهمم از قضیه این چیز اینه که ما داریم تکنیک رو هر چه بیشتر نزدیک میکنیم به شناخت و تکنیک شناخت رو میخوره، در نتیجه حقیقت میشه و تکنیک و تکنیک میشه حقیقت. یه نکته جالبم و اینجا خودت هم اشاره کردی در رابطه باش بحث فرم که بهش اشاره کردی، دقیقا همینه. یعنی اساس فرم مثلا این هست که حقیقت رو تغییر بده. یعنی مثلا اگر گاسپار نوا میاد در مثلا توی Enter the Void میاد و اون روایت سیال رو داره و شما با اون روایت سیال گاسپار نوا اونجا داری مواجه میشی که خودش یه بخشی از فرم کار هست، اساس حقیقت همونجا داره اصلا متزلزل میشه. و این همون نکته که خودت هم اشاره کردی در رابطه با مسئله فرم. یا مثلا اگر بلاتار به فرض در فیلم خودش میاد از یه تدوین استفاده میکنه که تقریبا فکر میکنم 100% فیلماش این فرمت تدوین رو داره که بسیار بسیار با تومنهینه کات میزنه. یعنی شما مثلا بعضا مثلا تو ترین هورس من فکر کنم سکانس اول فیلم هلوش 15 دقیقه است اگه اشتباه نکنم، و اون 15 دقیقه مخاطب رو ناگزیر میکنه به اینکه فکر کنه که این اسب به چه معناست در این فیلم، با گزاره‌ای که اول کار هم از نیچه حتی اعلام میکنه در فیلم خودش. یعنی این فرم است که در واقع مدام داره حقیقت رو تغییر میده، کما اینکه خب اسب دیگه، ولی وقتی که در اون فرم قرار میگیره، یعنی برمیگردیم به همون در واقع استاندارد تدوین روسی که اعلام میکنه که مثلا آب به علاوه بی میشه سی، یعنی لیوان لب من تشنه هستم، در واقع اینجا داره اتفاق میفته و ما اینجا مدام برمیگردیم به همون گزاره که شاهین گفت دیگه، در واقع اینکه حقیقت رو هر چی میخوایم بگیریم مثل ماهی داره دستمون در میره مدام و نمیتونیم بهش برسیم. آقا ما فقط حواسمون باشه عزیزان، این عزیز سه نفری که پایین نشستن، عزیزان ما شمارم داریم و علاوه من از همه همین سه نفر عزیز بابک، وحید و خانم بازرگان دعوت میکنم که وارد بحث بشن. من حالا میخوام یه چیزی هم به اشاره بکنم. وقتی ما در مورد حقیقت صحبت میکنیم یه مثال خیلی جذابی برای خود من همیشه وجود داره، اونم کارهای لنی ریفنشتاله، کارگردان آلمانی، که حقیقت یا واقعیتی که هیتلر و اون نظم نازیستی داشت میساخت رو به تصویر میکشه. اونجاست که ما به یه معضل خیلی جدی برمیخوریم که آن چیزی که ریفنشتال داره میسازه این حقیقت است یا حقیقت ریفنشتال است یا حقیقت سینماست.
یعنی دونه دونه اینا رو ما میتونیم در موردش حرف بزنیم. من فکر کنم بابک عزیز، بابک پیامی بزرگوار، اگه علاقمند هستی در این زمینه یا امکانش اصلا داری. مرسی شاهین جان، متشکرم از اینکه اشاره به امکانش کردیم، چون میدونی که من سر کارم، ولی بله بله. خیلی ممنونم ازت. ببین من خودم رو دارای اینو سوء تفاهم تواضع کاذب نشه، در موارد نظری، تاریخ سینما، فلسفه سینما اینا من صاحب نظر که نیستم، شاگردم و نمیتونم به خودم اجازه بدم وارد بعضی از بحثایی که هستش بشن، ولی خودم هم موظف میدونم که تو این گفتگو شرکت بکنم. میخوام مطمئن بشن که به عنوان صاحب نظر نیست این صحبتایی که من میکنم، چه بسه که بسیاری از این موارد مثلا نمیفهمم. سابقه تدریس من هم بیشتر توی جنبه عملی فیلمسازی بوده تو این 20 چند سال گذشته، ولی برای خالی نبودن عریضه چند تا از کارتما که تو ذهنم هستش رو میگم که صحبت ادامه پیدا بکنه. ببینید، اشارم به صحبتهایی که تا حالا شد، سینما یکی از سوالای این هستش وابستگی سینما به ادبیات چیه، یه مبحث دیگه ارتباط سینما با حقیقت و واقعیته که سینمای مستند ادعا میکنه که من دارم واقعیت رو بروز میدم و واقعیت رو نگاه میکنم و منتقل میکنم، و بعد یک نوع برخورد دیگه هم هستش که با اینکه چقدر اون سینما به حقیقت رسیده. من تو یکی از فیلمایی که هنوز نساختن، اولین پلیتش، یه چیزی میگه که الان به ذهنم اومد، مستاق داره برای این صحبت. اونجا در مورد تاریخ من صحبت میکردم که تو پلیت اول نوشتم که تاریخ واقعیت نیست، جستجوی نگارنده برای حقیقته. یعنی حتی در اون حدم من فکر میکنم که واقعیت رو، اون چیزی که ادعای سینمای مستند هست، به محض اینکه کادری مطرح میشه، انتخاب میشه، یه جای دوربین گذاشته میشه، یه پوینت آف ویوی پیدا میکنی، یه جای وایستاده شروع میشه، یه جای قطع میشه، دیگه از واقعیت خارج میشه دیگه، چون اون واقعیتی که خارج از اون کادر و تو اون فضا اتفاق افتاده یکی نیست. من به همین اکتفا میکنم، این موضوع رو دوست دارم راجبش صحبت بشه. بعدم اون نکته که برای من جالب توجه بیشتر هستش، وابستگی سینما به ادبیاته. یعنی اگه ما خط نمایش یا پرفورمنس آرت، هنرمای نمایشی رو بگیریم، در حال نمایش به صورت تئاتریکال، به صورت زنده، خدمت خیلی زیادی داره. و سینما جالب اینجاست که از موقعی که پیدا میشه، از موقعی که سینما به عنوان یه میدیوم که اونقدرم تاریخ قدیمی نداره، به هیچ وجه وابستگی به ادبیات و نراتیو روایت نداشته به اون کیفیتی که ادبیات روایت میکنه. قطاری وارد ایستگاه قطار میشه، یه بچه‌ای داره غذا میخوره تو کالسکه، و این پیدایش سینما از اونجا بوده. حالا جالبه که اشاره به ملیس شد، شاید دوستانی که علاقه مندن بیشتر راجع به این برند پیدا بکنن این موضوع رو. ملیس خیلی التماس میکنه از برادران لومیه که این دوربین رو بهش بدن و یه دوربین ازشون بخره یا قرض بکنه، اونا هیچ وقت نمیدادن بهش اینو، و ریورس انجینیر میکنه این دوربینی رو بر اساس اون چیزی که تو نمایش دیده بوده که دارن نمایش میدن، اون پروژکتور رو ریورس انجینیر میکنه و یه دستگاهی درست میکنه که خودش بتونه با این میدیوم بازی بکنه. به عنوان یه فردی که حالا تو شعبده باز و صنعتگر بوده، برای خودش اختراع میکرده یه چیزایی رو. بعد یه روزی که فیلم برداری میکرده، از همین باز دوباره یه گاری تو خیابون بیاد رد شه، این دوربینه گیر میکنه، و تا موقعی که این گیر دوربینه رو باز کنه،
اون گاری که داشته از وسط خیابان رد میشده ناپدید میشه و فکر کن یه کسی که کارش تردستی و شعبد بازیه چقدر جذاب بوده براش این و پتانسیلی رو در سینما میبینه که در واقع نقطه شروع شد تروکاج و سپیشال افکس و اینجور چیزا تو سینما بوده و به تدریج حالا روایت راه پیدا میکنه. اگه اون تاریخ اولیه رو ببینیم ادبیات راه پیدا میکنه به سینما، ولی هنوزم صحبت سر اینه که آیا سینما به عنوان یک میدیوم ارتباط برقرار کردن بدون ادبیات و بدون روایت میتونه رو پای خودش بایسته یا نه. و این سوالیه که همه ماها شاید سعی میکنیم، کسایی هم که گاهگداری فیلم میسازیم یا درگیر جنبه عملی این کار هستیم درگیر این موضوع میشیم که ما وابستگیمون با روایت و ادبیات و متن چقدر زیاده و آیا سینما میتواند اونو ماهیت خودش رو حفظ بکنه بدون اینکه روایت درش باشه. حالا من خودم این جواب من برای این سوال اینه که اصلا سینما احتیاجی به ادبیات و روایت نداره و میتونه به عنوان یه میدیوم مستقل کار خودش رو بکنه. حالا من به اینجا اکتفا میکنم، بعد بقیه ادامه صحبت رو از دوستان بشنم. مرسی بابک جان. اولا که من در مورد بابک بگم که چون این امکان و افتخار رو داشتم که از نزدیک بابک رو ببینم که بسیار ذهن روشن و حساس و دقیقی داره بابک عزیز و بسیار حالا فروتنی کردن، بسیار جدیتر از همه این غذایا به سینما نگاه میکنه و واقعا میگه امام میگه بابک سینما، سینما بابک است. اینو در مورد بابک میتونیم ما جدی بگیم. واقعاً شما الان به سه تا نکته جالب اشاره کردید. فکر می‌کنم مهمم از یه جمله هم از اون جمله هم فکر جذاب. واقعاً کار سینما بیش از اینکه انگار کشف حقیقت باشه، پنهان کردن اون واقعیت و پنهان کردن پدیدارهاست. و اینم خب ربطش بدم به یه روایتی که در مورد مارکز و کوروساوا وجود داره. اینو با هم دیگه وقتی دیدار کرده بودن مارکز به کوروساوا میگه وقتی که از مثلا شکسپیر یا گورکی یا داستایفسکی اقتباس میکنی روشت همینطوری مثلا شهودی بوده، با کشف و شهود مثلا پیش رفتی. بعد کوروساوا بهش میگه که میگه کارگردانایی که فیلمای کم‌مایه میسازن اینا میگه متوجه نیستن که انتقال تصویر ادبی یا اون چیزی که در واقع از متن ادبی از روایت دارن میگیرن به و تبدیلش کردن به روایت سینمایی یا تصویر سینمایی بسیار کار دشواریه. یعنی مثال هم میزنه، میگه توی رمان جسد افتاده کنار ریل و کارگردان چند ماهی میاد همون جسد رو دوباره طبق رمان برای اینکه مثلا به واقعیت رمان نزدیک بشه یا به واقعیت ذهن نویسنده نزدیک بشه جسد رو میندازه بغل ریل. کوروساوا میگه این کار اشتباهه. مشکل اینه که تو قبلا رمان رو خوندی و تصور میکنی واقعیت همون چیزی که در واقعیت مخاطب یا واقعیتی که مخاطب میخواد ببینه همون چیزی که تو رمان داره میگه، در صورتی که نه، این یه اتفاق دیگه باید بیفته. ما میتونیم فرض رو این بذاریم که اصلا مخاطب رمان رو نخونده. این اتفاق برای بسیاری از فیلمایی که از روی رمان ها و آثار ادبی اقتباس شدن به نظر من وجود داره و همیشه آدمهایی که یا حالا اغلب آدمایی که یا رمانه رو خوندن فیلمو میبینن یا فیلمو دیدن بعد رمانو میخونن همیشه دچار این پیچیدگی میشن که کدام یک باید به واقعیت نزدیکه. یعنی این کانفلیکت به نظر من جدی و مهمی هم است که بهش اشاره کردیم.